اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الاندو. اما دوستان عزیز گرامی، به خاطر شما بینندگان هست که ما از شبکه موسوم به ولایت و مدیر اونها طی ایمیل هایی و خطابه های تلویزیونی و همچنین طی تلفنی که به شبکه اونها داشتیم او را دعوت به مناظره کردیم. مناظره بر سر مسائل علمی و عقیدتی که این جماعت مدعی هست که اینها حق واضح و روشن و بدیهیات و امور بدیهیه اسلام و اولیه اسلام مانند ولایت فقیه، مانند جواز قیام در غیبت امام عصر علیه السلام، وجوب اطاعت از شخص رهبر ایران بر تمام مسلمین جهان، اینکه ولی امر المسلمینه و اینکه اون شخص عادل و فاسق نیست و فقیه و مجتهده و عالم خیلی بلند فایه هست و این قبیل امور. خب ما از اینا خواستیم که ما و عده خیلی زیادی از مؤمنین، بلکه اغلبیت مؤمنین، اغلبیت شیعیان در سراسر جهان و اغلبیت قاطع روحانیت با این حرفای شما مخالف هستیم. ما جرأت ندارن حوزه علمی قوم با شما صحبت بکنه، چون میدانند که اونها را شما اجازه نمیدید کسی صحبت بکنه. خب زبان خودش که چی، زبان بچه کوچیکش هم میبرید با بی‌نهایت بی‌رحمی و کوچک و بزرگ هم نمیشناسید شما در این قساوت قلب خود و در این بی‌رحمی خود. و نه حوزه علمی نجف اشرف جرأت ندارن کسی بر علیه شما صحبت بکنن، شما بی‌رحمی شما خب این که واضح و روشنه و شما درس عبرت به همگی دادید. مرحوم حضرت آیت الله العظما سید کاظم شریعت مداری با او چه کار کردید؟ با مرحوم حضرت آیت الله العظما آقا حسن قمی چه کار کردید؟ با مرحوم حضرت آیت الله العظما سید محمد روحانی. خیلی خوب، اخیار زیاد بودن، علمای بزرگ زیاد بودن که هر کدامی اونها صدها برابر همین خامنه ای، اگر نگیم هزاران برابرش، اگر نگیم صدها برابر، حداقل علم داشتن، تقوا داشتن، ایمان داشتن و این را علمای ما خوب میدانند. با اونها چه کار کردیم؟ ما که بیرحمی شما را میدانیم و فتوای علمای شما را هم میدانیم که فتوا دادن که برای حفظ نظام هر چیز جایزه، ولذا شما برای حفظ این حکومت خود از کشتن انسان بیگناه هیچ وقت دریغ نکردید، از بله خوردن مال مردم دریغ نکردید، از زندانی کردن انسانهای بیگناه، بله ولو سید باشه، مجتهد باشه، عامی باشه، فرقی نکرده، شما اینا همگی میدانن، این چیز واضح روشنه. در اونجا کسی جرأت نداره و الا اغلبیت علما می آمدن مثل من اینجا کنار من می نشستن و تمام شما رو طلب به مناظره می کردن. اونا نمی تانن و عذرشان هم خیلی قابل درک، قابل فهمه و شریعت هم این رو میگه که در جای وقتی یک دشمن بیرحم در مقابلش قرار گرفتی، دیگر کلمه حق را اگر به زبان نیاوری معذوری، این حکم خدا هم هست. ما از اینها خواستیم که ما اغلبیت ما هستیم و شما عده قلیلی هستید و دلیل شرعی هم ندارید، شما بیاید با ما مناظره بکنید تا حق رو واضح روشن بشه. و ما میدانستیم که اینها حاضر نمیشن، این برای من واضح بود که این جماعت و این شبکه و نه تنها این شبکه، غیر از این شبکه دیگرای این جماعت دجالی که هستن، آقای جوادی عاملی باشه، آقای مصباح یزدی باشه، بقیه اینها که اسم و رسم دارن، نه خودشان نه شاگردای دستاورده هایشان و بقیه جیره خوران حکومت ایران، اینا هیچ وقت حاضر نمیشن. چون اینها در کی حاضر میشن؟ در مناظره در قم صورت بپذیره که طرف مقابل نتونه انکار بکنه، طرف مقابل نتونه بگه که آقای خامنه‌ای عدالت نداره، فاسقه. بله در اونجا که مناظره نشد، من اظهار رأی نداشته باشم، حق استدلال نداشته باشم، اگر اظهار نظر بکنم پدر مرا در بیارید، مرا زندانی بکنید، شکنجه بکنید و بعدم به لقاء الله بفرستید، او که مناظره نشد. شما مناظره حاضرات ما میدانیم که هیچ وقت حاضر نمیشید، علتش هم چیه؟ علتش اینه که خود اینا خوب میدانند که حرفاشون باطله، علت این عوامشان بچه بسیجی های تهران اگر ندانند، بچه های بسیجی اصفهان، اونا بچه های ساده که هیچ وقت در عمر خود نه حدیث دادن دیدن، نه روایت دیدن، نه پیش عالم واقعی زیر منبرش یک بار نشستن، اونا اگر ندانند خب اشکالی ندارد، اما خود اینا اونا معذورن، جاهله، اما خود اینا که خوب میدانند حرفای اینا باطله و حرفای ما حقه، ولذا حاضر نشد این شخص مناظره بکنه با ما و ما اینو میدونستیم که حاضر نمیشه مناظره بکنه و برای فرار خود بهانه هایی را مطرح کرد. دوستان عزیز چقدر خنده آور، تو شما را خدا توبه بکن، شما در عالم عزیزان من
شما در عالم این همه مناظرات سیاسی صورت میپذیره، مناظرات علمی صورت میپذیره، مناظرات مذهبی در این تاریخ اسلام 1400 سال اتفاق افتاده. ائمه اطهار علیهم السلام احتجاج داشتن، مناظره داشتن. یک بار شما یک بار نمونهش دارید که کسی از جانب مقابل خواسته شما اول توبه بکن من بعد با تو مناظره شما اول توبه بکن من بعد با شما مناظره میکنم. خب دیگه این راه فراره، این کی را خواستید شما گل بزنید جناب مولوی، کی را خواستید گل بزنید؟ شما فکر مردم ساده اند نمیفهمن ها؟ خب تو نتانستی با ما مناظره بکنی، حالا باید برای خودت یک راه فراری بسازی. اگر برای سکوت کردن مقدور بود تو هم به سکوتت ادامه میدادی، من میدانم. دیگر سکوت کردن برای امکان نداشت، چون اینقدر از تو توقع زیاد بود، فشار روحی بر تو اینقدر بود، توقع بینندگان اینقدر بود که تو باید حاضر به مناظره بشی. و از این طرف هم میدانستی من حاضر به مناظره بشی افتضاح خودت و افتضاح دولتت و اون جیرت هم قطع میکنن، چون اونا نمیگن که تو نتانستی از ما دفاع بکنی، غضب میکنن بر شکست تو که شکست خود اونهاست و حداقل جیره تو قطع میشه، لذا حاضر به مناظره نشدی. راه فرار، راه فرار ایش اینه که الله باید اول توبه بکن. اگر قرار کسی قبل از مناظره اظهار ندامت بکنه، اظهار پشیمانی بکنه، خب او مناظره از برای چی؟ من اصلا با شما مناظره میکنم بر این مطلب که من این جماعت شما را جماعت فسق و فجور و ظلم میدانم، ولی اون مراجعتان باشه من اون مراجع را فاسق میدانم، دشمن اهل بیت علیهم السلام میدانم، من هیچ ابایی هم ندارم، ترسی هم ندارم، بارها هم گفتم. شما میگید که مراجع را بد گفتم، بله این نص روایات امام حسن عسکری علیه السلام بحار الانوار جلد 2 صفحه 88 ملاحظه بکنید، اون درباره فقهای شیعه گفته، فقیهی که مرتکب فسق بشود، فقیهی که توجیه کننده ظلم ظالمین بگردد، او فقیه نیست، او شیطان ابلیس لشکر یزیده. من اینها را فقیه نمیدانم، مجتهد نمیدانم. شما بدتر با فقها برخورد کردید یا من؟ شما باید توبه بکنید یا من؟ شما فقها را کشتید لا مذهبا. نهایتش من چی گفتم؟ من یک کسی که یهودی زاده بوده، نسب یهودی زاده داشته، بهش گفتم که این یهودی زاده است، خب راست هم از دروغ هم نیست. یکی را فاسق میدانم گفتم فاسقه، این لازم هم هست، روایات هم بر این دلالت داره، خصوصا روایات شما دوستان عزیز در منیت المرید فی آداب المفید و المستفید نوشته شهید ثانی ببینید که وقتی که عالم فاسق می شود باید او را امر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که عالم ببین فتهموه علی دینکم، وقتی فرق میکنه، وقتی یک انسان عامی فاسق میشه شما حق ندارید این را حفظ بکنید و سرش را فاش بکنید. این وقتی که من ببینید دوستان عزیز، من اینجا نکته دارم، وقتی که من کلمات بسیار محکم، کلمات تون نسبت به علمای دجالیه و مراجع دجالیه بیان میکنم، این طبق حکم شرعیه من این کار را میکنم، حساب شده هست، اینطوری نیست که شما فکر کنید از روی احساسات من این کار را میکنم. وقتی که یک انسان عامی یک گناه میکنه شما حق ندارید اون را سر او را فاش بکنید، فلانی بله من فلان جدیدم دروغ میگفت شراب میخورد چیکار کنم. اما وقتی یک عالم دین که مردم از او پیروی میکنه، تبعیت میکنه، او بله دین را وسیله دنیای خود قرار داده، امر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، و همچنین در کتاب بحار الانوار، فتهموه علی دینکم، او را بگو دین نداری، یعنی علنا صیغه هم صیغه جمع، علنا بید او را بیدین معرفی بکنید. و بعد آیه قرآن کریم، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، الا من ظلم، کسی که مظلومه او اجازه داره، بلکه خدا این دوست داره که او صدای خود را با قول سوء بلند کنه، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، شما ظالمید، شما ظلم کردید بر شیعه، شما سبب کشتار شیعیان گشته اید نه شبکه اهل بیت، شما سبب بدگویی جوانان شیعه به ائمه اطهار علیهم السلام گشته اید نه شبکه اهل بیت، شما ظالم به اهل بیت، ظالم به مسلک و مرام و شریعت هستید. ما حق داریم، بلکه خدا دوست داره، نه تنها حق داریم واجبه و خدا دوست داره که ما به شما تند بگیم و زشت بگیم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، الله یاری باید توبه بکنه. ما اگر نهایتش گفتیم کلمات زشت استفاده کردیم، شما چیکار کردید؟ شما کشتید، شما زندانی کردید. این حضرت آیت الله سید صادق روحانی زنده هستن همین الان، قوم چند سالیشان در خانه خود زندانی بودن، برید از خودشان بپرسید، روی وبسایتش نوشته
مرد فقیه مجتهد، خب فقاهتش علمیتش خب همه میدونن. ایشان چند سال، سالهای خیلی زیاد در خانه خود زندانی بودن، الان زیر فشار هستن. یک کسی را در خانه اش بدون هیچ عذر شرعی، بدون هیچ دلیل، خودش آورده در وبسایت خود نوشته، گفت اینها آمدن. وبسایت خود آقای سید صادق روحانی، اونجا ببینید دوستان عزیز، در وبسایت خودش در قسمت عربیش آمده، حالا نمیدونم قسمت فارسیش هم باشه نباشه، گفت این یک شیخ اطلاعاتی آمد، حالا شیخ بود سید بود نمیدونم، شاید شیخ بود، روحانی اطلاعاتی آمد در منزل ما، من سخنرانی کرده بودم، انتقادی کرده بودم بر دولت در قم در اون زمان اوایل انقلاب، گرفت گفت هفتیر، هفتیر این تفنگایی که در دست خود حمل میکنه، گفت اینو از جیب خود کشید روی سینم گذاشت، گفت فردا میری در اونجا روی منبر معذرت میخوای، میگه دیروز اشتباه گفتم، اگر نگی امین الان تو رو اینجا میکشم و بعدم صحنه سازی میکنیم که مردم قم آمد ناراحت شد، این غضب کرد، مردم خود مردم آمد اینو کشتن. خلاصه حالا من نمیدونم ایشان اونجا چه جوونه جان خود را از دست این نفر خلاص میکنه، و بعد ایشان سخنرانی نکرده بود که اظهار پشیمانی بکنه، اما سالهای متمادی ایشان زندانی بود در خانش که همه مردم قم میدونن، همه علما همگی میدونن. خب این یک نمونه شه که زنده و حی یرزق موجوده. من اگر زشت گفتم، زشت گفتن بده، یا یک کسی را اینجوری تهدید کردن و بعد سالهای زیاد او را در منزلش بدون هیچ دلیل شرعی، این اگر ظلم نیست پس چی چیزی ظلمه؟ برادر بزرگ ایشان حضرت آیت الله العظمى سید محمد روحانی قدس الله نفسه الزکیه، چه مردی بودن، یک اسطوره در فقاهت و در علم و در ذکاوت و در یک نابغه. ایشان از اول انقلاب تا هنگام وفاتشان در نهایت مشقت، در زحمات زیاد، زیر فشار زیاد، ایشان خدا شاهده همه که اهل علم، اهل فضل، اهل فقه بودن، از آقای خمینی به مراتب عالم تر بوده، این خامنه‌ای که چیزی نیست، حتی از آقای خمینی به مراتب اصلا قابل قیاس نبود از لحاظ علمی. ایشان را با چه وضعی با از بله آخرش هم مرگ ایشان هم مشکوک بود آخر، چون ایشان اعلم بودن، اعلم بعض آقای خویی اعلم بودن و قرار بود مرجعیت عامه مال ایشان باشه، ایشان هم مرگ ایشان هم مشکوک بود. شما مراجع را کشتید و مثل ایشان خیلی زیاد از بقیه علما همین الانش هم همینطوریه، علما زیر فشار مراجع را بد گفته، شما مراجع را میکشید الله یاری بعد به خاطر شما فسق شما را در عالم گفتم. بله باید توبه بکنم، چرا توبه بکنم؟ من اگه توبه میکردم که مناظره برای چی بود؟ من پشیمان بشم از حرفای خود. خب چقدر خنده آور، هر جا که عقل است عمری نیست و هر جا که عمری است عقل نیست، دجالی هم همینطور. توبه بکن. خب توبه بکنم که توبه بکنم که مناظره برای چی مطلب؟ میگه بله حد قذف بر الله یاری واجب شده. خیلی خوب دوستان، حد قذف، حد قذف چیه دوستان عزیز؟ اینه که کسی به کسی تهمت لواط یا زنا بزنه بعد نتونه شاهد بیاره. من با آقای خامنه‌ای اینجا میگم آقای خامنه‌ای بیا از من پیش یک دادگاهی که مورد اتفاق هر دوی ما باشه، پیش یکی از مراجعی که مورد بیا شکایت بکن، اگر من شاهد نیاوردم، اگر من دلیل نیاوردم که تو مرتکب این فضیحه نگشتی، اون وقت درست حد قذف بر من واجب. اما تا وقتی که دادگاه تشکیل نشده چرا حد قذف بر من واجب باشه؟ چرا حد قذف بر من واجب باشه؟ و این که او شکایت نمی کند، ها، خودش بهترین دلیله که او بله او نمیتونه رد بکنه، چون میترسه که من دلیل و شهود را بیارم. بله این قضیه معروفه بین اونایی که خبر دارند و در این مسائل پرسجو کردن میدن. چرا؟ اما این روایت را نقل کردن که در کتاب شریف کافی آمده که هر کسی که حرف روات را رد بکنه، روایت همینه که حرف ما را رد کرده، این در کتاب شریف کافیه در باب اختلاف الحدیث در اول کافی شریفه، باب اختلاف الحدیث، روایت طولانیه. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكام
احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا الرد وعلينا رده والرد علينا الرد على الله وعلى حد الشرك بالله. خب من مصداق این آیه هستم؟ من خودم را مصداق این آیه این روایت مبارکه میدانم که من مصداق همون کسی هستم که روایت احکام میکنم از اهل بیت علیه الصلاه و السلام. من خودم عارف به حلال و حرام میدانم و من خودم را خیلی از علمای تاریخ اسلام افضل میدانم. اینا براتون بدانم، اینا برام نگید که فلانی مرجع فلانی آیت الله العظمى. من الحمدلله خداوند متعال قدر به من فضل داده، قد قرب اهل بیت علیه الصلاه و السلام داده که من خودم را از خیلی، اگر حالا دیگر من خود ستایی میشه، اما این قد چون مرا مجبور کردن مستر کردن قد باید بگم، من خودم را از خیلی از علمای تاریخ اسلام، نه تنها معاصر، تاریخ اسلام الحمدلله به فضل اهل بیت علیه الصلاه و السلام و به خاطر نوکری و گدایی در امیرالمؤمنین علیه السلام افضل میدانم. شکر خداوند علیه شام بین خودم و خدایم دارم و خواص هم میدانم. شکر خداوند متعال. بله این بله اون کسی که رد او، رد اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، این مطالب اهل بیت علیهم السلام که از اینجا گفته میشه، رد اینها است که رد اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و رد اینها شرک بالله است. بله اون چند تا فاطر رفتی توبه دادی؟ اونا آیا اول توبه کردن بعد رفتی مناظره کردی؟ این قاعده از کجا آمد؟ شما را خدا در طول تاریخ علما که قبل از مناظره باید جانب مقابل توبه بکنه. این ما این را اولین بار از این دجالی این رسول را شنیدیم. یا علی و داد دوستان عزیز، شکر خداوند متعال این پیروزی را هم من به شیعیان حیدر صفدر، به شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام تبریک عرض میکنم. فرار تاریخی جماعت دجالیه و شکست و افتضاح اونها در سطح جهانی در برابر حق اهل بیت علیهم السلام و در برابر روحانیت سنتی الحمدلله رب العالمین فتح و پیروزی شیرینیه. اینها اگر یقین بدانید، هیچ شکی دارید، اینها اگر میتونستن از خود این در خود این همت را میدیدن که از فاسق بودن خامنه ای دفاع بکنن، از جواز انقلاب یا وجوب انقلاب در عصر غیبت دفاع بکنن، اگر میتونستن از ولایت مطلقه فقیه دفاع بکنن، اینها قطعا حاضر به مناظره میشدن. اینها حاضر نشدن و در این مدت زیاده یک سال بیشتره که من اینها دعوت به مناظره میکنم. شبکه ولایت را نه تنها، تمام علمای دجالی را دعوت به مناظره میکنن، اینها حاضر نمیشن مناظره بکنن، چون دست اینها از دلیل توهیه دوستان عزیز. این یک کلاهیه که بر سر عوام شیعه گذاشته اند، چون اینجا اگر با ما بیاین روبرو بشن اون وقت همگی میفهمن تمام حرفا اینا دروغه و ادلهشون باطله. حاضر نشدن به خاطر اینکه بله خودشان هم خوب میدانن که دستشان از دلیل توهی. یا علی مدد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. دوستان عزیز عرایض من به پایان رسید، حالا تلفن های شما عزیزان را میگیریم و خدا به شما عزت و سلامتی و طول عمر و عافیت عنایت بکنه. شب جمعه شب مغفرت و شب توسل به حضرت ولی عصر علیه حضرت سید الشهدا علیه السلام از برای تشریف آوری حضرت سید الشهدا علیه حضرت تشریف آوری حضرت ولی عصر علیه السلام و تعجیل فرج ایشان و تسهیل امرشان و عافیت ایشان، همگی با هم سه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. دوستان عزیز بیننده، قبل از اینکه تلفن‌ها را بگیرم، اگر جماعت دجالیه در بین اونها علمایی دارند که میخوان که مثلا خب پول زیاد گرفتن اینا از مردم ایران، تاراج زیاد کردن، اینها در خود خرزه را میبینن، زنگ بزنن خودشان معرفی بکنن، ما با اونا مناظره میکنیم، ما حاضریم. بله و از خط خود زنگ بزنن. دجالیه و عمریه در یک خط، حق ندارین از خط حیدریه زنگ بزنید. توجه هستید؟ دجالیه به شما میگن از خط خودتون زنگ میزنن، از خط عمریه و دجالیه، چون شما برادر هم هستید، خودتان میگن ما برادر همیم، الله یاری آمده بین ما اختلاف بیاندازه. من نیامدم بین شما اختلاف، من شما رو یکی میسازم، لذا شما رو در یک خط گذاشتم. شما با برادران فر اتحاد بکنید از یک خط، عمریه دجالیه از یک خط زنگ بزنید. این یک مسئله. دوم مسئله عزیزان من اینه که با ما تهمت دادن که در بله در افغانستان انفجار شده، چی شده چی شده، این حرفای مسخره به ما نمیچسبه که بله
این شما جماعت هستید که انقلاب شما سبب شد که شیعیان در پاکستان 25 ساله که کشتار بشه، در افغانستان کشتار بشه و این کشتار تشدید بشه، در عراق شیعیان تباه بشن، در لبنان شیعیان تباه، این در کویت پامال بشن، له بشن زیر پای، در بحرین شیعیان له، این انقلاب کثیف شما بودن، نه الله یاری و نه این شبکه، اینا همه گی عالم میدانه، اینا رو به ما نسبت نده، اینا نمیچستن و این شما هستید که به خاطر ظلم شما امروز جوانان شیعه در جوانانی که حالا شیعه نماندن دیگه، حالا کسی که به ائمه توهین بکنه کافره، جوانان ایرانی که در خانواده های شیعه به دنیا آمدن به ائمه اطهار علیهم السلام فحش میدن، این انقلاب شما سبب اینها گشته، اینا به ما نمیچسبه جان قزوینی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات ثم السلام والصلاة على سيد الكائنات وأفضل أهل الأرضين والسماوات سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا يما بقية الله في العالمين وحجته في الأرضين.